گزارش های منتشر شده توسط سازمان های تحقیقاتی نشان می دهد که فرضیه انتقال کرونا به کشور پاکستان از سوی زائران بازگشت از ایران درست نیست به گزارش شیعه ویوز به نقل از دام نیوز این در حالی است که زائرینی که به پاکستان بازگشتند، علاوه بر دادن تست کرونا گاهی به دلیل عدم توجه کافی دولت ایالت بلوچستان مجبور شدند تا پنجاه روز در قرنطینه بمانند برخی زائرین در شرایط بعد قرنطینه با مشکلات زیادی مواجه شدند ولی هیچ زائری بدون تست کرونا و اقامت در قرنطینه اجازه حضور در محیط خارجی را پیدا نکرد بر اساس این گزارش خاجه آصف وزیر خارجه سابق پاکستان و عضو ارشد حزب نواز زلفی بخاری معاون ویژه عمران را متهم به همکاری با زائران کرده و اعلام کرده بود او اجازه داده است عده ای از زوار بدون تست کرونا وارد کشور شوند از سوی دیگر زائران این اتهام زنی را رد کرده و اعلام کردند تمامی زائرینی که به پاکستان بازگشتند تست کرونا داده و را نیز در قرنطینه سپری کردند همزمان با شیوع بیماری کرونا حدود 7000 زائر پاکستانی در ایران بودند و طی مدتی که تقریبا 45 روز طول کشید رفته رفته به خاک کشورشان بازگشتند بسیاری از این زائران پس از ورود به پاکستان قرنطینه شده و چهارده روز در پاکستان هاوس اقامت کردند ولی پس از انتقال به شهرهایشان دوباره از ابتدا قرنطینه شده و چهارده روز قرنطینه مضاعف نیز تحمل کردند اتهام زنی به زائران پس از آن کاهش پیدا کرد که نخستین موارد فوتی کرونا را زائرین حج عمره و افرادی که از اروپا بازگشته بودند تشکیل دادند تعداد مبتلایان به کرونا در پاکستان تا کنون به بیش از 53 هزار نفر رسیده است.